الان معرفی قرار آزادی بی قید و شرط رو که اسقر کریمی ارائه میدن. سلام دوستان عزیز، صبحتون بخیر. خب این قرار رو امیدوارم خونده باشین. این قرار رو امیدوارم خونده باشین که دیگه من لازم نباشه بخونم، ولی خب یه اشاراتی میکنم. خب قرار در واقع تاکید این قرار مسئله کلمه بی قید و شرط، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و همینجور مدنی. کلن جامعه باید آزاد باشه، مردم باید آزاد باشن، هر اعتقادی که دارن، هر فکری که دارن بیان بکنن. و در این حال میخوان تشکلی درست کنن، حزبی درست کنن، نهادی درست کنن، باید بی قید و شرط، بی قید و شرط آزاد باشن که اینا رو درست کنن. هنرمندی که میخواد فیلمی بسازه، خواننده‌ای که میخواد ترانه‌سرایی که میخواد ترانه‌ای بسازه، کسی که میخواد به حزب بپیونده، کسی که میخواد حزبی درست کنه، کارگری که میخواد تشکلی درست کنه، دانشجویی که میخواد تشکلی درست کنه، روزنامه‌ای دراره، کسی که میخواد مقدساتی رو دست بندازه. کلن مقدساتی، هیچ مقدساتی نباید تو جامعه وجود داشته باشه که نشه دست انداز، نشه نقدش کرد، نشه بهش اعتراض کرد. از مقدسات ملی، میهنی، مذهبی بتونن مردم راحت با خیال راحت هر رهبر حکومتی رو خواستن دست بندازن، نقدش بکنن، کاریکاتور بکشن علیش و مسخرش بکنن، طنزش بکنن. و یا هر رهبر حکومتی، هر حزب حاکم حکومتی، مردم باید آزاد باشن به این معنا. و خب یکی از مسائلی که تمام قرون متمادی مردم باش محدود بودن مسئله نقد مذهب بود. همیشه مذاهب معمولا آزاد بودن، حالا یک کشوری بخشی از مردم معتقد به مذاهبی هم تحت ستم بودن، ولی اساسا مذاهبی حاکم بودن و نقد اونا نقد ممنوعه بوده و بقیه که اونا رو نقد میکردن معمولا به زندان میافتادن، تکفیر میشدن، فتوا علیهشون صادر میکردن و این وضعیتی که میبود. این قرار تاکیدش رو اینه که باید این آزادی ها بی قید و شرط باشه، اینا حق مسلم مردم و جامعه که اینا رو نداشته باشه جامعه آزادی نیست. منتها نکته اینه که خب این در این حال یه رکن مهم مبارزه با حکومته و یه رکن مهم یک جامعه انسانیه. جامعه بعدی باید اینو در سردر قانون اساسیش بنویسه که مردم بی قید و شرط آزادن که هر نقدی هر به هر چیزی داشته باشن بتونن آزادانه بیان بکنن و براش متشکل بشن، تجمع بکنن، تظاهرات بکنن. این حق بیچون و چرای مردم باید اعلام بشه. منتها آیا الان اینجوریه؟ آیا همه قبول دارن؟ آیا مخالفین قبول دارن؟ همه مخالفین جمهوری اسلامی؟ نه متاسفانه. خیلی از تشکل‌ها، نهادها، شخصیت‌ها، فعالین در سال‌های متمادی در قدنامه‌هاشون اینا رو بارها و بارها نوشتن و تأکید کرد. و از نظر ما حزب کمونیست کارگری سابقه این برمیگرده به سال 1359، یعنی 44 سال پیش. تو اولین برنامه‌ای که اتحاد مبارزان کمونیست که سرمنشأ در واقع امروز حزب کمونیست کارگری هست، تو برنامه اولیه که منتشر کرد مسئله آزادی به قید شرط بیان و عقیده و اعتراض و تشکل و تعذر رو مطرح کرد. و اون موقع خب اتفاقا بعضی از جریانات چپ مخالفش بودن و جدال‌های طولانی هست و سوابقش رو تو کتابایی که حزب منتشر کرده تاریخش رو میتونید دنبال کنید. میخوام بگم ما 44 سال واسه این خاص مبارزه کردیم، سعی کردیم جا بندازیم این فرنگو، ولی بخشی از اپوزیسیون آگاهانه اینو به کار نمیبره. کلمات عبارت آزادی به طور کلی، میدونم یه سری فعالین، یه سری نهادهایی هم هستن که سالهای گذشته به ویژه تشکیل شدن، ممکنه دقت نکنن، نه اینکه مخالف باشن، به نظر من اونا موافقن، ولی اون دقت کافی رو در طرح این مسئله، تبلیغ این مسئله به کار نمیبرن و این تفاوت‌ها رو شاید عمیقا ندیدن. احزاب سیاسی ایرانی تقریبا غیر از احزاب چپ، تمام احزاب دیگه که میبینیم هیچ کدومشون کلمه آزادی بی قید شرط رو به کار نمیبرن، نه اینکه نمیدونن، نه اینکه نشنیدن، نه اینکه نخوندن، نه اینکه با ادبیات ما به عنوان مثال آشنا نیستن، ولی مخالفن که نمیگن. با نقد مقدسات مذهبی مخالفن، با نقد مقدسات میهنی مخالفن، با نقد احزاب حاکم مخالفن. و از همین و نشون میده که در واقع نه تنها طرفدار برابری و رفاه و عدالت نیستن، بلکه حتی طرفدار آزادی هم نیستن، واسه آزادی هم مبارزه نمیکنن، یا آزادی کلی به کار میبرن که هر دیکتاتوری هم در واقع به کار بره. و این مهمه که این فرهنگ جامعه رو، این فرهنگ سیاسی رو ما جا بندازیم که
تمام فعالین سیاسی، هنرمندا، روزنامه نگارا، احزاب سیاسی، نهادهای مختلف، فعالین مختلف تو جنبش کارگری، تو دانشجویون، تو دانشجویی، تو غیره و غیره، این خواست آگاهانه طرح کنن، واسهش تبلیغ کنن و تفاوت خودشون رو با جریاناتی که بی قید و شرط رو به کار نمیبرن اینو همه جا اعلام بکنن. و به این معنا باید این فرهنگ رو جا انداخت، باید این خواست رو جا انداخت. و تو برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری هم خب خیلی هم این بند هست و بندهای زیادی، بخش قابل توجهی از برنامه حزب کمونیست کارگری اختصاص داره به همین مسئله، تو بندهای مختلفی تشریح شده در رابطه با مذهب، در رابطه با مسائل مختلفی که امروز با مبنای در واقع محدودیت ها و ممنوعیت ها شد. به این معنا این در واقع یکی از به این معناست که این یکی از ارکان هم مبارزه با جمهوری اسلامی است و هم یکی از ارکان در واقع مهم جامعه انسانی بعدی، جامعه آزادی و آزاد بعدی، اگر میخوایم واسه همچین جامعه مبارزه کنیم که بخش اعظم جامعه به این خواست نیاز داره و پیشروان تشکل‌ها و پیشروان جامعه، احزاب سیاسی پیشرو همین الان دارن واسهش مبارزه میکنن. اینو باید تبدیل کرد به خواست عمومی سراسری جامعه که رو همه پلاکاردها، بنرها، بیانیه‌ها، تبلیغات در خارج و داخل کشور فعالین سیاسی نبود کار بره. امیدوارم این قرار رو در واقع تصویب کنین و نه تنها تصویب بشه بلکه تمام ما، تک تک ما فعال در واقع تبلیغ و ترویج و جا انداختن این بند باشیم و فشار بیاریم احزاب و جریاناتی که حاضر نیستن اینو بپذیرن، فشار بیاریم تو برنامه‌هاشون به هر درجه که بتونیم وارد بشیم. خیلی متشکرم. مرسی از شما اصغر کریمی. اگه مخالفتی در این رابطه در مورد این قرار نیست، من فکرم شیرین دست شو بلند، ظاهرا مخالفتی نیست، پس قرار رو میخونیم. در مورد البته تیترش هم باید رأی گرفت، قرار در مورد آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مدنی، این هم به رأی میذاریم دیگه. اگه مخالفتی نیست، شما مخالف؟ اوکی. پس موافقین عنوان دستشون رو بالا کنن. خب مرسی. مخالف وجود نداره، ممتنع. چه خوب، دستتون درد نکنه. قرار در مورد آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مدنی. آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده، تجمع، اعتصاب، مطبوعات، تشکل و تحزب و فعالیت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یکی از بنیادی‌ترین خواست‌های همه مردم است. مردم حق دارند برای تحقق خواست‌هایشان تجمع کنند، دست به اعتصاب و اعتراض بزنند، جامعه را به اشکال مختلف از خواست‌های خود مطلع کنند، ابراز وجود سیاسی کنند، عضو هر حزب و تشکلی بشوند و یا در خود مبتکر ایجاد حزب و تشکل بشوند، به هر رسانه‌ای خواستند دسترسی داشته باشند. احزاب سیاسی حق دارند بدون نگرانی از دستگیری و محکومیت در میان مردم فعالیت سیاسی کنند و میتینگ و تظاهرات فراخوان بدهند. کمپین‌ها و کاریکاتوریست‌ها حق دارند بالاترین مقامات حکومت را دست بیاندازند و علیه آنها کاریکاتور بکشند. هنرمندان حق دارند ترانه‌ها و فیلم‌های چالش و اعتراضی بسازند و هر تابویی را به نقد بکشند. نویسندگان حق دارند کتاب منتشر کنند و زنان و همه مردم حق دارند هر پوششی که مایل بودند انتخاب کنند. در یک کلام، هر شهروندی حق دارد هر موضوع و هر مقدساتی را، مقدسات مذهبی و ملی و میهنی و هر تابویی را که خواست مورد انتقاد قرار دهد، به ویژه نقد مذهب و تابوها و مقدسات مذهبی که در طول تاریخ یکی از مهمترین موانع بر سر آزادی بیان بوده است و ابزار جمهوری اسلامی در سربریدن هر نوع آزادی است. ببخشید. در هر سطح و به هر شکلی باید کاملا آزاد باشد. این آزادی ها حق بیچون و چرای مردم است. این آزادی ها اما و اگر و شرط و شروط ندارد.
باید بی قید و شرط باشد. دفاع از این خواست پایه‌ای و حیاتی یک رکن مبارزه علیه حکومتی است که همه این آزادی ها را به طور سیستماتیک و وحشیانه مورد سرکوب قرار داده و یک رکن مهم این جامعه آزادی آزاد آزاد و یک رکن مهم این جامعه یک رکن ببخشید و یک رکن مهم یک جامعه آزاد و انسانی است. آزاد و انسانی است. نه تمام باشد. ما همه مردم را کارگران و معلمان و دانشجویان کلیه فعالین سیاسی و تشکل‌های مردمی و همه هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و وکلا و همه مردم آزاده را به دفاع فعال از این خواست فرا می‌خوانیم. ارائه دهنده اصغر کریمی، حسن صالحی، تایید کننده سودابه شکیب، فاضل ناظری و سیما بهاری. پس الان باید دوباره از برای کریمه چی رو وارد کرد؟ وارد شده بودی؟ شاید من یه ورژن قدیمی رو شاید داشته باشم. اجازه بده میکروفون رو در اختیارشون بذارید لطفا. یه مشکلی هست. درست جلیل جلیلی یه پیشنهاد اصلاحیه داده بود و وارد شده بود اینجا تو متنی که تکثیر شده به هر علتی نیست و اون لطفا میکروفونه که پاراگراف آخر لطفا صداتون خوب نمیاد از خجالتون. پاراگراف آخر یه پیشنهادی رو جلیل جلیلی داده بود وارد شده بود ولی اینجا تو متن کتبی نیست و من الان متوجه شدم تو پاراگراف آخر دو بار مردم به کار رفته، پیشنهاد شده یک بارش حذف بشه، یعنی تغییر مضمونی نمیکنه، در واقع یک کلمه تکراریه که باید حذف بشه. اون گفته شده همه مردم، بعد کارگر و غیره و غیره و همه مردم آزاده. این مردم آزاده آخر رو حذف میکنه، تو شروعش میگه ما همه مردم آزاده را، کارگران و معلمان و غیره و غیره را به دفاع فعال از این خواست فرا میخوانیم. متشکرم. نه اجازه بده. دو تا اصلاحیه شما داشتید. بله شما بفرمایید. برای اصلاحیه بعدی این بود که پاراگراف قبل از آخر میگه دفاع از این خواست یک رکن مهم یک جامعه آزاد انسانی است. دفاع از این خواست نباید به عنوان یک رکن جامعه آزاد، خود خواستها، خود این حقوق یک رکن پایه‌ای هستش، نه دفاع از این حقوق. بنابراین اون باید اصلاح بشه، دفاع از این خواسته های من اصلاحیش نوشته بودم واسه شو فرمول بندی کردم واسه حمید فرستادم، اونو به جاش جایگزینی بکنیم. مرسی. یعنی دفاع از این خواست یک رکن پایه جامعه آزاد انسانی نیستش، خود خواست هستش یک رکن پایه. بله بله متشکرم. اگر بتونی اصلاح شده شه اصغر جان، شما اصغر عزیز بفرمایید، شما بخونید اجازه بدید. پیشنهاد میکنم جلیل بخونه چون متنش بران. اجازه بدید اینو فرض بگیریم اصلاحاتی که شما دادید منظور شده و این اصلاحات اساسی نیست، وقت خیلی تنگی داریم، اجازه بدین عبور بکنیم از این مسئله و من با فرض اینکه اصلاحات یه جایی مردم آزاده هست میشه صاحب کنه همیزه میکروفون ببینید اصلاحی که جلیل میگه به نظر اینطوری رای بگیرید به جای دفاع هست دفاع هست رو فرق بذارید
این خواست پایه و حیاتی یک رکن مبارزه و غیره است. دفاع از خط بزنید تمام میشه. خط پایین هم که اصغر گفت منظور شما تامین میشه؟ بله بله. خط پایین هم اصغر گفت ما همه مردم آزاده را، کارگران و معلمان و غیره را، آخر کارم همه مردم آزاده هست میشه. باشه، متشکرم. مرسی، خواهش میکنم. شما صبر کن. اگر اصلاحی دارید نمیپذیریم شفاهی. از اونجایی که الان دو تا اصلاحی اومده روی این قرار و ببخشید، از اونجایی که بعضن لغاتی در این قرار اشتباه خونده شد، من پیشنهاد میدم که بالاخره کسی که داره قرار رو میشنوه این قرار دوباره خونده بشه. متشکرم. کمدین ها خونده شد، کمپین ها، کسی که گوش میکنه، خب این خیلی دو تا چیز بسیار متفاوت. من به سرعت یه دفعه دیگه قرار رو میخونم اگه اجازه بدید، مشکلی نیست. یه دفعه دیگه قرار میکنیم چون که یه مقدار در موردش صحبت بود. قرار در مورد آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مدنی، آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده، تجمع، اعتصاب، مطبوعات، تشکل و تحزب و فعالیت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی یکی از بنیادی ترین خواستای همه مردم است. مردم حق دارند برای تحقق خواستهایشان تجمع کنند، دست به اعتصاب و اعتراض بزنند، جامعه را به اشکال مختلف از خواستای خود مطلع کنند، ابراز وجود سیاسی کنند، عضو هر حزب و تشکلی بشوند و با خود مبتکر و یا خود مبتکر ایجاد احزاب و تشکل بشوند، حزب و تشکل بشوند و به هر رسانه‌ای خواستن دسترسی داشته باشند. احزاب سیاسی حق دارند بدون نگرانی از دستگیری و محکومیت در میان مردم فعالیت سیاسی کنند و میتینگ و تظاهرات فرا بخوانند. کمدین ها و کاریکاتوریست ها حق دارند بالاترین مقامات و حکومت را دست بیاندازند و علیه آنها کاریکاتور بکشند. هنرمندان حق دارند ترانه ها و فیلم های چالشی و اعتراضی بسازند و هر تابویی را به نقد بکشند. نویسندگان حق دارند کتاب منتشر کنند و زنان و همه مردم حق دارند هر پوششی که مایل بودند انتخاب کنند. در یک کلام هر شهروندی حق دارد هر موضوعی و هر مقدسات مذهبی و ملی و میهنی و هر تابویی را که خواست مورد انتقاد قرار دهد، به ویژه نقد مذهب و تابوها و مقدسات مذهبی که در طول تاریخ یکی از مهمترین موانع بر سر آزادی بیان بوده است و ابزار جمهوری اسلامی در سر بریدن هر نوع آزادی است، در هر سطح و به هر شکلی باید کاملا آزاد باشد. این آزادی ها حق بیچون چرای مردم است. این آزادی ها اما و اگر و شرط و شروط ندارد، باید بی قید و شرط باشد. این خواست پایه، اینجا ای تغییرات وارد کردیم با اجازتون، این خواست پایه و حیاتی یک رکن مبارزه علیه حکومتی است که همه این آزادی ها را به طور سیستماتیک و وحشیانه مورد سرکوب قرار داده و یک رکن مهم یک جامعه آزاد و انسانی است. ما این تغییر اینجا هم وارد کردیم. ما همه مردم آزاده را، کارگران و معلمان و دانشجویان، کلیه فعالین سیاسی و تشکل‌های مردمی و همه هنرمندان، روزنامه نگاران، نویسندگان و کلن نویسندگان را به دفاع فعال از این خواست فرا می‌خوانیم. وکلام جا انداختم، وکلام. بله. میکروفون. ببخشید من اصلاحیه در اصلاحیه فرم اولیش بلد نبود. دفاع از این خواستای پایه‌های حیاتی یک رکن مبارزه است. درسته. بی خود خط زدیم اونو. میبخشید ما خود.
جمله ما قبل آخر رو میگم ها. خب نه اجازه بدید، آره اجازه بدید شما اصلاحی که خودتون دادید تو بخونید. اصلاحی که من داده بودم و مورد توافق قرار گرفته بود اینجوری هستش: آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مدنی یک رکن مهم یک جامعه آزاد و انسانی است و دفاع از این خواست پایه‌ای و حیاتی یک رکن مبارزه علیه حکومتی است که همه این آزادی ها را به طور سیستماتیک و وحشیانه مورد سرکوب قرار داده است. متشکرم. ما من و اصغر کریمی ارائه دهنده این قراریم با این اصلاحی جلیل جلیلی عزیز مشکلی نداریم و اگر جمع مشکلی نداریم در مورد خون دیگه، الان خون دیگه، متشکرم. نه خون دیگه، الان اصلاحی خون دیگه، یعنی این تیکه اصلاحیه و یه اصلاحی دیگه بود. جانم چی گفتین شما؟ بفرمایید از نو میخوای خونده بشه؟ بفرمایید جلی جان، یه به دیگه بخون، صبر کن، اجازه بده. ببین، برای اینکه هم دفاع از به عنوان رکن مبارزه سر جاش بمونه، هم خاص پایه‌ای به عنوان رکن جامعه بمونه، اینجوری میشه: آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مدنی یک رکن مهم یک جامعه آزاد و انسانی است و دفاع از این خواست پایه‌ای و حیاتی یک رکن مبارزه علیه حکومتی است که همه این آزادی ها را به طور سیستماتیک و وحشیانه مورد سرکوب قرار داده است. خب این اصلاحی مورد تایید ما هست. از جمع میپرسم، از نمایندگان عزیز میپرسم، آیا با این اصلاحی موافقید؟ متشکرم. که کسی مخالفت داره؟ نه، رأی ممتنع نداره. خب ممتنع هستید، یه رأی ممتنع هست باید کنید. در شما هم رأی ممتنع داره؟ سه تا رأی ممتنع هست، چهار تا رأی ممتنع هست. اوکی، کل در مورد کل این قرار رأی گیری میکنیم. کسایی که با این قرار موافقن لطفا دستشون بالا کن. متشکرم. کسایی که مخالفن؟ کسی نیست. کسایی که رأی ممتنع دارن به این قرار؟ کسی نیست. قرار در مورد آزادی های بی قید و شرط ممتنع کرد، ممتنع هست واقعا. عبدالگلفریان رأی ممتنع داره، برای این قرار تصویب شد. متشکرم.